دوستان با یه ویدیو دیگه از راهنمایی قطعات خودرو در خدمت هستیم. این بار قرار قطعات موتور خودرو تیگو 7 رو بررسی کنیم. اینکه این درپوش خودرو هستش، درپوش موتور خودرو رو من برمی‌دارم. این قطعات بیشتری اساس داشته. از اینجا میخوام شروع کنم. این قسمت سرکمک بنر خودرو است. همونطور که گفتم شما در بعضی مواقع باید این سرکمک رو رگلاژ کنید، صفر کنید تا خودرو نرم‌تر کار کنه و صداهای اضافه از سمت کمک. این جعبه مالتی‌پلکس و فیوزهای خودرو هستش. یکی می‌بینید فیوزهای خودرو به صورت کامل اینجا نمایش داده شدن. راهنمای فیوزها هم جعبه اون قرار داره و شما میتونید اونو بررسی کنید. باتری خودرو رو مشاهده میکنید. منبع مایع ترمز، روغن ترمز این خودرو، دات اینجا نوشته، اگه دقت کنید دات فور ببینید این قسمت دات فور یعنی روغن ترمز. خب این مایه رو باید ترمز که باید حتما چک کنید. در صورت کم شدن این مایه شک کنید به مقدار لنت و این قسمت ماکسی که این تا اینجا باید رو باید ترمزش. این قسمت هواکش خود رو هستش که فیلتر هوا در اون قرار داره و متصل به سیستم توربو. از سیستم توربو هم اجرای هوا میاد به دریچه گاز. این سیستم توربو اگه ببینید اینجا متصل به منیپول دود یا اگزوز که روی اون سنسور اکسیژن قرار داره، سنسور اکسیژن بالا. این هم لوله در واقع توربو هستش، هوای توربو هست که میره به دریچه گاز. این سنسور فشار توربو هست. اگه خطای فشار توربو دیدید، سنسور فشار توربو دیدید مربوط به این بخش هستش که فشار توربو رو اندازه گیری. البته بعضی مواقع اختیاری که میده یعنی فشار توربو کم هستش و ایراد از ممکنه پرهای توربین باشه. دریچه گاز اینجا مشاهده میکنید. دریچه گاز برقی خودرو. این قسمت شیر برقی کنیستر هستش که یک قسمتش وارد در واقع مجرای هوای ورودی، یک قسمت به دریچه گاز وارد میشه. سوکتش هم که اینجاست. روی منیفولد سرد، منیفولد هوا، یعنی این سنسور مپ رو می‌بینید. این سنسور مپ هستش که فشار و دمای هوای ورودی رو اندازه‌گیری می‌کنه. یه جه روغن مشاهده می‌کنید که اندازه روغن رو باید بررسی کنید. این که می‌بینید اینجا ریل سوخت هستش. ریل سوخت که سوکت‌های سوزن‌ها اینجا می‌بینید و سیم سوزن‌ها هم، یعنی دست سیم انجکتورها اینجا هستش. ریل سوخت و این هم دست سیم انجکتور. خب این قسمت که این پایین میبینید اینجا، این که میبینید در واقع شیلنگ بنزین است، بنزین ورودی به ریل. زیر او یعنی این قسمت ببینید این شیر او سی وی سیستم سیویتی است که سوکت اون روی قرار درب روغنریز. دینام خودرو رو مشاهده میکنید. تصمیم دینام این خودرو زنجیر تایم داره که در این قسمت عوض میشه. این هم که حالا درب در واقع آب پاش خودرو هستش که متاسفانه گمش کرده و یک درب شرکت نمیدونم حالا برای چیه، روغن ترمز یا ما روغن شیشه شیر سرکت سایپا بذاشته میشه. این هم مخزن مایع انبساط رادیات خودرو هستش. همیشه باید آب تا اینجا قسمت ماکس اینجا قرار داشته باشه. سرکمک سمت شاگرد قبلا عرض کردم ریداش کنید. این خودرو برای گیربوکس اوتوماتیک هستش که در اون اسم قرار داره و روغن گیربوکس اوتوماتیک رو هر 40,000 تعویض کنید. حتما هم باید با دستگاه تعویض. شیلنگ های بخاری میبینید، بوستر ترمز و این قسمتی که این انتها قرده بلوکه ABS. این قسمت که روی موتور رو میبینید کویل های خودرو هستش. خب
زیر اون شمع ها قرار دادن، شمع های خودرو قرار دادن که باید از جنگ های اونا سرویس کنید، تعویض کنید. شیلنگ های کولر رو میبینید این قسمت که به داخل در واقع ایرکاندینشن تحویم اتو میره. این قسمت هم که شیر در واقع فشار مقدار گاز خودرو رو میبینید اینجا، یک فن بزرگ اینجا تعبیه شده که برای خنک‌کاری رادیات مورد استفاده قرار میشه. یک قسمت دیگه ای که اینجا قرار داره و لازمه شما ببینید، یک بخش جالبی که اینجا هستش این خنک‌کن در واقع موتور هستش. یک رادیات اینجا قرار داره که اگه دقت کنید شیلنگ های خروجی و ورودی و خروجی آب رو اینجا میبینید برای خنک کردن. امیدوارم که پیروز و موفق باشید. مراقب خودتون و ماشینتون باشید.